پیدایش باب هجده هم و خداوند در بلوتستان ممری بر وی ظاهر شد و او در گرمای روز به در خیمه نشسته بود ناگاه چشمان خود را بلند کرده دید که اینک سه مرد در مقابل او ایستاده اند و چون ایشان را دید از در خیمه به استقبال ایشان شتافت و رو بر زمین نهاد و گفت ای مولا اکنون اگر منظور نظر تو شدم از نزد بنده خود مگذر اندک آبی بیاورند تا پای خود را شسته در زیر درخت بیارامید و لقمه نانی بیاورم تا دلهای خود را تقویت دهید و پس از آن روانه شوید زیرا برای همین شما را بر بنده خود گذر افتاده است گفتند آنچه گفتی بکن پس ابراهیم به خیمه نزد ساره شتافت و گفت سکیل از آرد میده به زودی حاضر کن و آن را خمیر کرده گردهها بساز و ابراهیم به سوی رمه شتافت و گوساله نازک خوب گرفته به قلام خود داد تا به زودی آن را تپخ نماید پس کره و شیر و ای را که ساخته بود گرفته پیش روی ایشان گذاشت و خود در مقابل ایشان زیر درخت ایستاد تا خوردند به وی گفتند زوجت ساره کجاست؟ گفت اینک در خیمه است گفت البته موافق زمان حیات نزد تو خواهم برگشت و زوجت ساره را پسری خواهد شد و ساره به در ای که در عقب او بود شنید و ابراهیم و ساره پیر و سال خورده بودند و عادت زنان از ساره منقطع شده بود پس ساره در دل خود بخندید و گفت آیا بعد از فرسودگیم مرا شادی خواهد بود و آقایم نیز پیر شده است و خداوند به ابراهیم گفت سارا برای چه خندید و گفت آیا فی الحقیقه خواهم زایید و حال آنکه پیر هستم مگر هیچ امری نزد خداوند مشکل است در وقت موعود موافق زمان حیات نزد تو خواهم برگشت و ساره را پسری خواهد شد آنگاه ساره انکار کرده گفت نخندیدم چون که ترسید گفت نهی بلکه خندیدی پس آن مردان از آنجا برخاسته متوجه صدوم شدند و ابراهیم ایشان را مشایعت نمود و خداوند گفت آیا آنچه من می کنم از ابراهیم مخفی دارم؟ و حال آنکه از ابراهیم هر آینه امتی بزرگ و زوراور پدید خواهد آمد و جمیع امتهای جهان از او برکت خواهند یافت زیرا او را می شناسم که فرزندان و اهل خانه خود را بعد از خود امر خواهد فرمود تا طریق خداوند را حفظ نمایند و عدالت و انصاف را به جا آورند تا خداوند آنچه به ابراهیم گفته است به وی برساند پس خداوند گفت چون که فریاد صدوم و اموره زیاد شده است و خطایای ایشان بسیار گران اکنون نازل می شدم تا ببینم موافق این فریادی که به من رسیده بلتمام کرده اند و الله خواهم دانست. آنگاه آن مردان از آنجا به سوی صدوم متوجه شده برفتند و ابراهیم در حضور خداوند هنوز ایستاده بود. و ابراهیم نزدیک آمده گفت آیا عادل را با شریر حلاک خواهی کرد؟ شاید در شهر پنجاه عادل باشند آیا آن را هلاک خواهی کرد و آن مکان را به خاطر آن پنجاه عادل که در آن باشند نجات نخواهی داد هاشا از تو که مثل این کار بکنی که عادلان را با شریران هلاک سازی و عادل و شریر مساوی باشند هاشا از تو آیا داور تمام جهان انصاف نخواهد کرد؟ خداوند گفت اگر پنجاه عادل در شهر صدوم یابم هر آینه تمام آن مکان را به خاطر ایشان رهایی دهم. ابراهیم در جواب گفت اینک من که خاک و خاکستر هستم جرأت کردم که به خداوند سخن گویم. شاید از آن پنجاه عادل پنج کم باشد آیا تمام شهر را به سبب پنج هلاک خواهی کرد گفت اگر چهل و پنج در آنجا یابم آن را هلاک نکنم بار دیگر به دو عرض کرده گفت هرگاه در آنجا چهل یافت شوند گفت به خاطر چهل آن را نکنم گفت زنهار غضب خداوند افروخته نشود تا سخن گویم شاید در آنجا سی پیدا شوند گفت اگر در آنجا سی یابم این کار را نخواهم کرد گفت اینک جرأت کردم که به خداوند عرض کنم اگر بیست در آنجا یافت شوند گفت به خاطر بیست آن را حلاک نکنم گفت خشم خداوند افروخته نشود تا این دفعه را فقط عرض کنم شاید ده در آنجا یافت شوند. گفت به خاطر ده آن را حلاک نخواهم ساخت. پس خداوند چون گفتگو را با ابراهیم به اتمام رسانید برفت و ابراهیم به مکان خیش مراجعت کرد.